ما مواظبیم که از اینجا از بهشت جهنم ندیم. من میخوام این تئوری رو بشکنم. در مورد شوراها البته بخشش تحت تاثیر فضای انتخاباتی کشور قرار میگیره، ولی به اعتقاد من اگر به مردم درست گزارش بدیم که چه اتفاقی افتاده و این ریل چگونه عوض شده، چگونه منافع عمومی مردم در دراز مدت مورد توجه قرار گرفته، چگونه این شهر با این وضعیت از مسیر و ریلی که انتهاش غیر قابل زندگی شدن شهر بود داره تلاش میکنه که خودشو خارج بکنه و به مسیر متعادل بیاد. شما حتما همتون یادتون هست که ما متهم به کمکاری میشدیم چون پروژه سیویل در شهر اجرا نمیکردیم، در حالی که ما قرار نبود که اصلا پروژه سیویل در شهر اجرا کنیم. ما این رو تبدیل کردیم به پروژه های فورد مقیاسی که تعدادشون زیاده، ولی در مقیاس محلات نه فقط ایجاد رضایتمندی میکنن، بلکه ایجاد امنیت میکنن، ایجاد آرامش میکنن، ایجاد فضای زندگی میکنن و اینه که میتونه مردم رو اصطلاحاً تو اصطلاح تخصصیش پلیس میکینگ میگن، یعنی ایجاد حس مکان، ایجاد حس تعلق نسبت به اونجایی که شما زندگی میکنید. اگر این ما موفق بشیم اتفاق بیفته، چرا مردم نباید شرکت بکنن؟ مردم توی دو تا طرز تفکر که یکیش میگه من شهر رو با 25 تا سرمایه‌گذار داره میکنم، یکی هم میگه من شهر رو برای شما، بچه های شما و آینده شما تلاش میکنم که قابل زندگی بکنم. چرا نباید مردم رأی بدن اگر این اتفاق درست منعکس بشه و درست تبیین بشه؟ ممکنه تجربیات شوراها در کل کشور مورد نقد قرار بگیره. این ناشی از بد بودن خرد جمعی برای اداره امور شهرامون نیست، این ناشی از مداخلاتیه یا عدم وجود سازوکارهایی که این کیفیت اعضای شورای شهر رو باید بالا ببره، افرادی انتخاب بشن که اینها واقعا اساره فضائل مردم محلی هستن. حاکمیت باید شرایطی رو فراهم بکنه که چنین اتفاقی حادث بشه. اگر این اتفاق حادث نشه، یعنی مثلا فرض بکنید افرادی که موجهن، سالمن و میتونن کمک بکنن کاندید نشن یا کاندید بشن رد صلاحیت بشن، ما شرایط رو برای بنگاهدارا فراهم کردیم، برای کسایی که میخوان سوء استفاده بکنن فراهم کردیم، چون بالاخره وقتی اونا نیان عده دیگری میان دیگه، و اگر اونها اومدن و تو شوراها مثلا خدای نکرده اتفاقات بدی افتاد یا در شهرداری ها به واسطه اون اتفاقات بدی افتاد، ما باید خودمون رو ملامت بکنیم نه اونها رو. کارهای اجرایی یک شهر و یک کلان شهر رو به مسئله سیاسی نباید کرسد، اینها رو نباید سیاسی کرد. ما تلاش کردیم این دوره این کار رو انجام بدیم، علی رغم اینکه خب بالاخره یه طیف سیاسی شورای شهر و شهرداری رو داشت، شهرداری سیاسی اداره نشد. شما بسیاری از افرادی که حتی نقطه نظرات ممکنه مقابل من و اعضای شورای شهر مثلا داشته باشن، شما میبینید مدیرن و تو شهرداری دارن کار میکنن، چون کارشناسن، کارشون خوب بلدن، یا کاری رو دارن انجام میدن که به نفع مردم. ما نباید مردم رو از این محروم بکنن. ما چیزی داشتیم به اسم ائتلاف آبادگران، اون اگر شهر تهران رو به زمین سیاه هم زده باشه که به اعتقاد من زده، الان دیگه وجود خارجی نداره که ما ازش بخوایم بازخواست بکنیم که بالاخره چی شد. و اون ائتلاف نتیجه این شد که یه رئیس جمهور هم تحویل کشور داد که کشور الان در به در دنبال اینه که چجوری از شهرش خلاص بشه.